شادی بزرگی در قلب من. به خاطر بزرگ داشته این آین مقدس عشای ربانی که میتونم بگم دار و ندار مسیحیته دار و ندار تک تک ماست به خصوص که امروز مصادف شده با جشن شکوزاری باشه که امروز موجزات به وقوع به پیونده آمین که بزرگترین موجزه به نظر من اینه که ما یکی از ابعاد بی کار ایسای مسیح رو روی صلیب بشناسیم که در نتیجه این شناخت امروز هرچه بیشتر اون قربانی های و ستایش رو به حضور خداوند مثل اون نوبر محصول که امروز روز شبگذاری نیست دارایی خود از دارایی خودشون از نوبر محصول خودشون به خداوند تقدیم میکنن باشه که ثمره لبهای ما که به نام مسیح خداوند معترفه مثل اون قربانی های امروز خیلی عمیق در اثر این شناخت بالا بره من سعی میکنم از امروز با داستان پردازی و کمک از سمبول ها و همینطور تجربه عمیق شخصی خودم این مقوله حیاتی بسیار حیاتی که گفتم یکی از ابعاد کار عیسی مسیح روی صلیبه که اسمش مبادله الهی جایگزینی الهی یا جابجایی الهی یا تبعیض تبعیض ای... تب الهی همه اینا هست که براتون باز کنم به یاری روح القدس به پشتیبانی روح خدا و بسیار از مهم و حیاتیه که توجه و تمرکز تک تک شما رو داشته باشم آمین؟, آمین فکر میکنم خیلی از ما جهان پهلوان تختی رو میشناسیم مثلا اونایی که در رده سنی من هستن نیست با اینکه سالها از مرگ او میگذره همچنان او به عنوان یک چهره محبوب جامعه ایرانی شناخته شده کیا میشناسن محمد علی تختی رو خدارش جوونا میشناسن هللویا میخوام بگم این نیکنامی تختی فقط به خاطر خصوصیات فردی و مردمی او نبود بلکه شهادت یکی از رقیبان او بود که به او وجهه و اعتبار خاصی بخشید یکی از حریفان روس او به نام الکسان مدوید که خودش قهرمان برجسته جهان المپیک بود در مورد تختی اینطور میگه روزی که قرار بود در مسابقات جهانی با تختی کشتی بگیرم دوچار یه حادثه خیلی شدید برای دستم شدم دستم مجروح شد اما در تمامی طول کشتی تختی سعی میکرد به دستی که مجروح و آسیب دیده است فشاری وارد نیاد و در آخر من قهرمان شدم الکسان مدووید میگه ولی من تای قلبم خوب میدونستم که پهلوان حقیقی تختیه نه من چون میتونست با استفاده از نقطه ضعف من منو شکست بده ولی هرگز این کارو نکرد و همین خصوصیت او بود که عنوان جهان پهلوان رو به او به ارمغان آورد و اما عزیزان امروز ما چقدر بیشتر میدونیم که قهرمان واقعی کیه ایسای مسیح آمین هممون هم میدونیم جهان پهلوان زندگی های ماست چون که او که خفایای مخفی قلب های ما رو میدونست او که شدت ضعف های بسیار ما رو میدونست اما به خاطر اون از خودگذشتگی بی حد و حصر خودش به خاطر اون جام فشانی که روی صلیب برای تک تک ما کرد قهرمانان فدا شد عزیزان و خیلی زمان ها با شرمندگی بگم حتی اجازه میده به ظاهر ما قهرمان باشیم در حالی که او خودش قهرمانه اگه یه کم این کمتر باشه عزیزان من فکر می کنم گروه تکنیک ممنون میشم با من هستی نایزان؟ هنوزم نویسنده نامه به کتاب ابرانیان یکی از بزرگترین لقب‌های عیسی رو به کار می‌بره قهرمان نجات برادر نور عزیز امروز اشاره کرد همه ای ما قهرمانان به خاطر قوت خون او در حضور او باشیم قهرمان نجات وقتی این واژه رو نگاه میکنیم در واقع این واژه در هست مرکزی و معنیش اینه یعنی سرچشمه یعنی بانی یعنی اصل یعنی کسی که کاری رو شروع کرده و بسیاری دارن از او الگو میگیرن شخصی که شهری رو بنیان گذاری کرده و افرادی بعدش میان در اون سکونت میکنن یه فردی که در یک جاده پرسنگلاخ زحمت کشیده، جاده رو هموار کرده تا افرادی دیگه خیلی راحت از اون عبور کنن قهرمان کسیه که یه شهری رو بنیان گذاشته، ساخته تا افراد بیان اونجا زندگی کنن کسی که با پرداخت بهای سنگین عزیزان از میان امواج خروشان و پرتلاتوم دریا عبور کرده و خودشو به ساحل رسونده تا دیگران بتونن با اون تنابی که باقی گذاشته خودشونو به ساحل امن برسونن او قهرمانه آمین, آمین. ما میخوایم تو فضای تمثیلها و داستانها ها از آن حرکت کنیم ما انسان ها از چیزهای دیدنی بیشتر میترسیم نیست تا نادیدنی ها و مرک دیدنیه. برای همین خیلی ازش میترسیم ولی پشت مرک یه قدرت نادیدنی وجود داره که اسمش ابلیسه. و باز هم کتاب ابرانیان باب دو آیه 15 میگه عیسی مسیح خدا و روی صلیب با مرگ خودش صاحب قدرت موت یعنی ابریس را تباه کرد تا آنانی که به او ایمان میارن و همه اون در اسارت در ترس بودن بتونه اونا رو آزاد کنه میخوام چی بگم عزیزم؟ میخوام بگم چیزهایی که دیده نمیشه در خودش ظرفیت خیلی زیادی برای نابودی و تخریب داره بازم مثال میزن. مثال یک ویروس، یک سلول سرطانی میتونه چنان آروم و خاموش به ضد یک بدن سالم عمل کنه و خسارت های جبران ناپذیر رو به جا بذاره نادیده است، نیست؟ باز هم مثلا در جنگ جهانی اول 1917 17 میلیون انسان کشته شدن توسط چی؟ دشمنهای دیدنی که اسمش مین ها بود، بومها ها بود، نمیدونم سلاح های اتمی بود، شیمیایی بود یک سال بعد، دقیقا یک سال بعد یک آنفولانزا 25 میلیون انسان رو نابود کرد دشمن چی بود؟ نادیدنی بود چند میلیون انسان رو بیشتر نابود کرد هشت میلیون هش میلیون انسان بیشتر نابود شد از دشمنی که قابل دیدن بود مثل مینها تانکها نیست دشمن نادیده بیشتر تخریب کرد یک سلول سرطانی نادیده انسان قدرت داره که افرادی که صاحب قدرت جلال جبروت هستند از پا در بیاره همه با من موافقی؟ خوشبختانه در بدن جسمانی ما یک سیستم ایمنی قوی وجود داره که 24 ساعته در حال مبارزه با ویروس ها و عفونت هاست و خوشبختانه تر از این در بدن روحانی ما یک سیستم قوی وجود داره که دائما از در حال مبارزه با ویروس ها و عفونت های روحانیه این سیستم قوی اسمش چیه؟ کی میدونه؟ خون ایسایه مسیح خداوند خونه این قهرمان نجات خونه این سرچشمه حیات مثل یک سلاح اتمی به ضد تمامی قدرت نادیده دائما در حال عمله از ما تو فضای مثال ها هستیم نیست؟ دشمنان علم پزشکی گفتند برای اینکه واکسنی تهیه بشه به ضد یک ویروس اونا با چالش خیلی بزرگی رو به رو هستن تا یک پادزهری رو تهیه کنن که وقتی که به بدنی تزریق میکشه این واکسن این پادزهر وارد قدرت لنفافی بشه و از قدرت لنفافی وارد مغز استخوان بشه و مغز استخوان خونی رو تهیه کنه تا تمامی این اندام هایی که مورد تهاجمه تهاجم اون باکتریه، اون ویروسه، اون افونته چکار کنه؟ خل اصلاح کنه. گفته شده اصلا راحت نیست سالهای افراد زیر میکروسکوپ مشغول پیگیری هستن و خیلی زمانها انقدر خسته و درمونده میشن که اعتمالا شاید آرزو کنن از فکر خودم میگم شاید آرزو کنن کاش که خودم یک پادزهری میشدم تا بقیه افرادی که در حال مرگن هرچه زودتر نجات پیدا کنن یک روز عزیزان یک روز قهرمان نجات ما داشت از آسمان بر زمین نگاه میکرد او که دانشمند دانشمندا بود او که الفا و اومگا بود او که اول و آخر بود و دید که دشمن نادیده داره تمام اون ویروس های گناه سلول های سرطانی مرگ لعنت رو وارد خلقت نیکوی خودش میکنه او جسم گردید جسمی که مریم بود آمین و دی ای این آن از پدر آسمانی و گفت فقط خون منه که میتونه پادزهری به ضد هر ویروس هر دشمن نادیده بسازه آمین اولین آزمایشگاهی که عیسی مسیح خداوند به عنوان یک انسان وارد اون شد در لوقا باب چهار چقدر چه زیبا میگه چهر چه روز وسوسه شدید از سه که آسیب پذیرند تمام انسان که بدون مسیح هستند از این سه ناحیه به شدت آسیب پذیر هستند شهوت جسم خواهش چشم چشم دید دلم خواست نیست غرور زندگی غرور مال و اموال کلام خدا میگه بعد از چهر روز او بر هر وسوسه پیروز شد پیام این پیروزی رو به قدرت لنفافی مغز استخوان و مغز استخوان خونی رو تولید میکنه که بر هر وسوسه ای غلبه کنه امروز خون عیسی مسیح خون عیسی مسیح پادزهری قوی عزیزان برای هر نوع وسوسه ای می میتونه باشه که با ایمان به این سفره برکت نزدیک بشی آزمایشگاه بعدی قلبه بر هر بیماری بود عیسی مسیح خدا و وقتی در کوچه های اورشلیم سر میکرد کوران رو بینا کرد جزامیان رو تاهر ساخت لنگان رو خرامان ساخت مقهورین اسیران ابلیس رو آزاد ساخت و شفا در خون ارزشمند و پاک او ذخیره شده عزیزان تا امروز از طریق این میز برکت شفا بر هر بیماری بر هر درد بیدرمون وجود ما وارد بشه باور میکنین عزیزان و آزمایشگاه سخت بعدی پیروزی و مرگ بود او در مواجه شدن با دختر یایروس با پسر بیوزن نائینی که بر تابوت مرده بود حتی بر مرده چهار روزه ایلازر پیروز شد بر مرگ پیروز شد خون او عزیزان امروز قدرت داره حتی مرده های روحانی رو که در تابوت دل سردی و ناامیدی هستن امروز زنده کنه باور میکنین اجزا نمیدونم چقدر هیجان زده هستین چقدر اشتیاق دارین چون وقتی با آگاهی با ایمان به این میز مقدس نزدیک میشیم من ایمان دارم تمامی مواهب این میز برای تک تک ماست و میتونیم دریافت کنیم حتی از خون او خون قدرتمند او که با هر مرگ قلبه میکنه کلام خدا میگه بر مردگانی بر عزیزان ما که قبلا مردن در ایمان سالهاست مردن کلام خدا میگه زنده میکنه اول تسالونیکی باب سه آیه 16 چقدر زیبا میگه زمانی که نفیر بلند شیپور خداوند صدای آواز رئیس فرشتگان در آسمان شنیده بشه نخست مردگانی که در مسیح مرده بودن اونا زنده میشن این حقیقت عزیزان و بعد ما که هنوز زنده ایم آمین در ابر با او او رو ملاقات خواهیم کرد و یه ابدیت با او زندگی خواهیم کرد این حقایق نمیدونم چقدر قلب شما رو پر از شادی و وجد میکنه خون گران قطر او هر آنچه که از سلامتی و سل نیز نبوده در خودش روی صلیب جذب کرده و من فکر میکنم هیچ کس هیچ کس مثل سرور انبیا اشعای نبی نتونسته این مقوله عجیب رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه انگار اشعیا جلوی صلیب ایستاده و داره تمام اون اتفاقات روحانی که پشت صلیب داره میافته داره نگاه میکنه و داره مینویسه یا نقاشی میکنه چون وقتی من اینو میخونم فقط تصویر میاد جلو چشمم اشعیا 53 آیه 4 و 5 و میگه او غم های ما رو بر خود گرفت دردهای ما رو بر خیش حمل نمود و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناههای ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد از زخمهای او ما شفا یافتیم جمعی ما مثل گوسفندان گمراه بودیم و هر یکی به راههای خود برگشته بودیم و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد الان من فقط میخوام این تیکه آیه پنج رو از نگاه کنی به سبب تقصیرهای ما اون مجروح شد این قسمت داره تمام اون حوزه های نادیده روان ما رو داره میگه تمام اون احساس های بیلیاقتی تمام اون احساس های حقارت تمام اون احساس های خودکمبینی تمام اون احساس های بی ارزگی. نمیدونم تجربه کردین تمام اون احساس های ترد شدگی تمام اون که تمام و که در زمانهای های تمام وجودت خواستنه ولی هیچ کار نتونستی بکنی امروز میخوام به تو بگم تو تلاش نکن تا از تمامی احساس آزاردهنده خلاصی بیابید چون همه چیز رو در اون معادله الهی در اون معاوضه الهی بر خودش جذب کرد امروز خون شفا بخش او عزیزان برای تو که پاره تن او هستی در هر حوزه بخصوص خصوص در این حوزه های نادیده چون جسم ما میبینیم ولی روان و روح ما که تختعه شده از زمانهایی که شاید جنین بودیم کودک بودیم و هنوز شفا نیافته او تمام این مرس ها و تخصیر ها و بر خودش برداشت از نه نبا اخم و تخ مثل ما انسان ها با منت بلکه کلام خدا میگه با خوشنودی او گناه شد او درد شد او مرس شد الان بخواب خطاب به مادران عزیز فقط مادران ما فکر میکنم این این حوزه این مقوله رو خیلی مادرها بیشتر بتونن درک کنن آیا عزیزان براتون بهتر نبود زمانی که کودک دلبندتون داره رنج میکشه به جای اون رنج بکشین آیا عزیزان رنجاورترین خاطره در ذهنتون از زمانهایی نبوده که خواستی به بچت به پسرت به دخترت کمک کنی درد او رو به جون برداری ولی نتونستی آیا با این حس آشنا هستین؟ در زمانی که 17 سالم بود در نصف شب نوزاد سه ماهه من به تب و لرز خیلی شدیدی دچار شد در اون حالتی که تشنجش زیاد بود من اون رو در آغوش گرفتم و سریع به بیمارستان رسوندم در تمام طول اون را این بچه من با اون دستای لاغر و کوچولوش یقه لباس من رو سفت گرفته بود وقتی که به بیمارستان رسوندم پزشکان متخصص اصلا اون صحنه رو دیدن و با هم مشورت کردن گفتن که باید آزمایش خیلی زیادی رو این انجام بشه چون به اعتمال زیاد منرژی داره و پرستارا به زور او رو از من جدا کردن و متاسفانه از اون تمام اون آزمایشات جلوی چشمای من انجام شد اونو به طرز بدی نگه داشته بودن و یه آنپور توی نخای او کردن و من در حالی که بال بال می زدم این صحنه رو می دیدم یک احساس قوی و فراموش نشدنی در تمام وجود من رخ نگرد احساس بیلیاقتی احساس بیارزگی از اینکه چرا نمیتونم بچم رو کمک کنم کاش تو اون لحظه این آرزو بود که این ویروس ها این درد ها نمیدونم چی بود چند برابرش روی من میامد ولی این صحنه دردناک رو از بچم نمیدیدم یادم هیچ وقت این صحنه رو ن... یادم نمیره وقتی نگاه میکنم آب دماغ و بینی او داشت میامد و این دستاشو اون تختی که برای ماینه گشته بیرون دادم بیرون بود و این طور به من که منو نجات بده انقدر این درد بی کفایتی زیاد بود عزیزان این صحنه دردآور بود من دو روز غذا نتونستم بخورم و بعد از دو روز به بیمارستان برای سرم وس کردم منتقل شدم و چند سال گذشت بعد از اینکه ایمان رو به کلاس مبتدیان بود اون موقع اسمش رو یادم نمیاد الان میگیم حق جیان. وقتی که رفتم تمام درسایی که معلمم خواهر عزیزم ویولت به من میداد مثل فرزن خواندگی، مثل عادل شمردگی، مثل تقدیس شمردگی، همه اینا الوهیت مسی نمیدونم چطور بر اون روشن بود، باز بود. ولی گیر عجیبی روی آموزه مبادله الهی داشتم. چطور ممکنه؟ همش میگفتم او درد ما رو به جون گرفت چطور او رنج های ما رو بر خودش حمل کرد؟ چطور از زخمای های اون شفا یافتیم؟ چطور گناه شد؟ لعنت شد؟ من نمیتونم بفهمم اصلا غیر منطقیه تا زمانی که همینطور گیر سپیچه منو گرفته بود در حال دعا بودم که خدا و این چیه؟ من دارم دوچار شک میشم که توی یه لحظه ایمان دارم که روح القدس بود به امداد من اومد و چون شکا بعضی شکا مقدسه نزد خداوند عزیزان و خداوند جواب میده و اون لحظه صحنه بیمارستان و اون حس شدید جلو چشم من اومد و صدایی در عمق وجودم بود که داشت با من حرف میزد چقدر آرزو داشتی که دردهای او رو به جون بگیری ولی نتونستی یادته؟ و یه آرزو رو من از ازل برای ساخته دست خودم برای شکوه آفرینش خودم داشتم و که هر ویروس گناه لعنت این بشر رنجور این بشر خم شده که زیر گناه داره له میشه تمام اینا رو بر خودم بیارم تا انسانی که اشرف مخلوقات منه آزاد و رها بشه از زیر بار این همه لعنت ها و گناه ها من خواستم و من تونستم از اون لحظه هیچ وقت یادم نمیره که خدا نور بخشید یه جوری نور بخشید و این آموزه الهی یه جوری باد روح القدس اومد نمیدونم از کدوم ور وزید فقط میتونم بگم کور بودم بینا شدم و هر وقت اون تجربه اون زمانی که اون تجربه بر من میاد یادم میاد مخصوصا از در زمانهایی که تجربه و سختی رو میفتم توش تو اون مسیر میرم وسعت شناخته این محبت الهی وقتی یادم میره چنان شیرینیش در من زیاد و عظیمه که فقط یک چیز حضور خدا میگم ای خداوند هرچه از جهنم کمتر به من برسه یعنی خوشبختی و بیشتر از لیاقتم خوشبختم به خاطر تو که روی صلیب منو محبت کردی امروز خواهر برادر عزیزم مثل یه فقیر به این میز عشا نزدیک نشو که اما فوقش یه تمنایی داره نیست؟ بلکه مثل یک شاهزاده با ردای شاهانه عدالت به این سفره برکت سفره شفا نزدیک شو چون گناه شد تا تو عدالت خدا بشی امروز مثل یک فرزند محبوب مثل یک فرزندی که مادرش خوشنوده آی شادمانه از اینکه تونست مثل من اونجا گیر نکرد بلکه تونست به فرزندش به پاره تنش کمک کنه امروز با این حس بیا به این زیافت نور و محبت نزدیک شو که این یک پیروزی لذت بخش برای خداوند ما عیسی مسیحه و باید قلبهای ما پر از شوکگذاری و شادی باشه یک پیروزی عظیمه برای قهرمان نجات ما برای سرچشمه حیات ما باز هم اشعیای نبی چقدر زیبا این حس واقعی رو به تصویر میکشه آیه ده میگه اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد گردید این سفر قیام او رو که او زنده است همین الان در بین ما سازسان به یاد ما میاره و مسرت خداوند در دست عیسی مسیح میسر شد او ثمره مشقت جان خیش را خواهد خورد که شفا آزادی شادی ماست و سیر خواهد شد بنده عادل من خادم عادل من از زبان خدای پدر میگه به معرفت خود بسیاری را عادل گردانید آمین زیرا که او گناهان ایشان را برخیشتن حمل نمود و در نهایت از او وارد سختترین و وحشتناکترین آزمایشگاه شد که اسمش باغ جتسیمانیست و عرق او مثل خون از پیشانی مبارک او جاری می شد که اونجا جام حسادت ها دروغ ها تمام اون گناهان جنسی تمام اون نابخشیدن ها رو به جان خودش گرفت و خون هوشمند او از زن. امروز به یاد میاره چون در خودش ذخیره کرده و خون او امروز حال آینده گذشته تمام ابدیت هر بشری که به او ایمان بیاره از هر گناهی خون و پادزهره هر نوع گناهی برای او هست او حتی از بعد از صلیب به جهنم نزول کرد تا تمامی پسمونده های ویروس های کنترلگر فرماندهان نیروهای تاریکی که به ضد کلیسا دائما علیه کلیسا قد علم میکنن خل اصلاح کنه آمین برای همین ایزان این قهرمان نجات این سرچشمه حیات سزاواره که امروز نه فقط ثمره لبهای خود رو به عنوان نوبر محصول تقدیم او کنیم بلکه در تمامی لحظات در تمامی عمر خودمون با قوت روح القدس در زینت قدوسیت او رو بپرستیم در تمامی دوران ها به خصوص در تجربه ها و سختی ها که تمرکز ما دور میشه تمرکز ما بر پرستش های ما بر این خداوندمون باشه و نه فقط همین بلکه عزیزان او به ما مقام عزت و جایگاهی بس رفی داد حقیقتا نمیشه آسون از کاری که خداوند روی صلیب کرد بگذاریم این فقط یکی از بوتهای کارهای خداونده در مکاشفه باب پنجای نوح میگه زیرا که زب شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی نمیدونم چقدر باور میکنین امروز قهرمان نجات ما این سرچشمه ی حیات ما در بین ما حضور داره آمین که روح القدس این مقوله حیاتی این آموزه حیاتی الهیاتی رو که جابجایی الهی امروز برای ما باز شده باشه که با شوق با شادی به این میز برکت نزدیک بشیم آمین که برای گناههای ما برای زخمهای ما برای تقصیرهای ما او تمامی اینها رو برداشت عزیزان فدا شد روی صلیب تا امروز ما با شادی به این میز برکت نزدیک بشیم سرهای خودمون رو خم میکنیم و کوتاه دعا میکنیم عزیزان ای خداوند امروز دعا میکنم برای خودم و تک تک عزیزام که وقتی به این میز مقدس نزدیک میشیم به این خون و بدن مقدس تو نزدیک میشیم خداوند تنها چیزی که تو سزاواری و لایقی خداوند که برای تو به عنوان یه قربانی بگذرانیم اون قربانی بی عیب اون قربانی بی نقص اینه که خودمون رو تقدیم تو کنیم ای خداوند اون قربانی که داوود گفت نمیخوام هرگز قربانی بی قیمت برای خداوند بگذرانم ای خداوند این قربانی که قیمت داره تک تک ماست چون قیمت ما خون گرانبهای عیسی مسیحه. نه طلا نه نقره بلکه خون گرانبهای عیسی مسیحه ای خداوند با سرهای خم شده جلوی تو هستیم که چه بهایی پرداختی که امروز دل ما رو به دست بیاری نه فقط چون فرزندان چون عروسان چون خانواده الهی بلکه چون کاهنان چون قوم مقدس با قوت روح در حضور تو زیست کنیم میخوایم امروز خداوند با تمام قلب و جانمون با ایمان هرچند نمیبینیم چون خداوند ایمان داشتن ما هم در اون حوزه نادیده است که دیده نمیشه اما حقیقت مطلقه و تو این قوت رو به ما میدی که ایمان داشته باشیم که به ضعفهای تو روی صلیب ما قوت یافتیم به زخمای تو ما شفا یافتیم تمامی تقصیرهای ما بر تو اومد تمامی غمهای ما رو که بر روح رنجور ماست تو حمل کردی و امروز خداوند فقط با شکرگزاری و شادی میخوایم دریافت کنیم چون در نام ایسای مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای خداوند بدن مقدس خداوند فرزندان خداوند همه با هم بگیم آمین. آمین.